با سلام حضور بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران آزادی. در ادامه فعالیت‌های چشمگیر بین‌المللی مقاومت و در راستای حمایت از جنبش آزادی‌خواهان مردم ایران، در روز جمعه 21 آپریل آقای پیتر مورفی، مسئول کمیته دوستی ایران و استرالیا، در کمیته تحقیقی که از طرف سنای استرالیا برای بررسی دخالت کشورهای خارجی در امور دموکراسی استرالیا از طریق شبکه‌های مجازی ترتیب داده شده بود، حضور به هم رساند و از حقوق مردم ایران و خواسته‌های به حق آنها حمایت نمود. به دنبال بالا گرفتن قیام‌های مردمی در داخل کشور و گسترش حمایت‌های ایرانیان خارج از کشور، دستگاه اطلاعات امنیتی رژیم تهدیدات خود را علیه شهروندان ایرانی و استرالیایی از طریق شبکه‌های مجازی افزایش داد، به نحوی که در برخی موارد هموطنان را تهدید به فقر و ترور نمودند. به همین دلیل در ماه سپتامبر سال گذشته سنای استرالیا کمیته تحقیقی در مورد دخالت‌های کشورهای خارجی از جمله مداخلات رژیم ایران در استرالیا تشکیل داد تا به بررسی این موارد امنیتی پرداخته شود. 21 آپریل این کمیته اولین جلسه استماع خود را برگزار نمود که شاهدان اسناد و عدل‌های خود را به این کمیته تقدیم نمودند. این کمیته نتایج تحقیقات خود و همچنین توصیه‌های خود را در ماه آگوست امسال به دولت استرالیا اعلام نماید تا دولت بتواند پیشگیری‌ها و اقدامات لازم را برای مبارزه با تروریسم سایبری رژیم و دیگر کشورهای مداخله کننده در نظر بگیرد. در این جلسه استماع آقای پیتر مورفی ضمن معرفی کمیته دوستی ایران و استرالیا و حمایت از 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی، رژیم ایران و سپاه پاسداران را عاملان اصلی این تهدیدات نام برد و خواهان لیست گذاری سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی استرالیا شد. ایشان همچنین به نقش شبکه‌های مجازی در کمک به مردم ایران برای هماهنگی و اطلاع رسانی به عنوان یک نیاز حیاتی اشاره نمود و سپاه پاسداران را عامل اصلی قطع و اختلال در شبکه‌های جهانی اینترنت در داخل ایران نام برد. این سنا به مدت 30 دقیقه به همراه سوال و پاسخ از سوی سناتور جیمز پرتسون و خانم سناتور جس والش به طول انجامید. با تشکر شایسته صادق‌پور، گزارشگر ایران آزادی.